رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست روی یافتن راه حل و جنگ سوریه بود. این گردهمایی با صدور اعلامیه‌ای روی استمرار آتش‌بس در ادلب خاتمه یافت و کشورهای شامل در این نشست متحد شدند تا برای ایجاد شرایط مناسب جهت آوردن صلح و ثبات به سوریه تلاش ورزند. ادلب آخرین منطقه سوریه است که هنوز در دست مخالفان مسلح حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه قرار دارد. دلیل عمده ای که جنگ سوریه به یک مشکل جهانی مبدل شد این بود که جامعه جهانی این مسئله را تحت کنترل خود نیاورد. در این نشست روی رسیدگی با وضعیت مهاجران سوری نیز تبادل نظر صورت گرفت. رهبران حاضر در این نشست روی رسیدگی با وضعیت مهاجرین سوری نیز تبادل نظر کردند. ما روی بازگشت مهاجران سوری به کشورشان نیز صحبت کردیم و موافقه کردیم که پروسه عودت باید به شکل رضاکارانه و مطابق قوانین بین المللی و همکاری با ملل متحد صورت گیرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این نشست افزود که این رهبران مسئولیت دارند تا از وقوع یک بحران دیگر بشری جلوگیری نمایند. ما بحران‌های بشری زیاده را در سوریه دیدیم و ما باید این را مد نظر بگیریم که امروز تقریبا نیم از نفوس یا بیجا شده و یا به کشورهای ترکیه، اردن، لبنان و دیگر کشورهای اروپایی به شمول آلمان رفتند و به همین دلیل این یک مسئولیت بزرگ است تا هر آنچه ممکن است برای جلوگیری از یک بحران بشری دیگر صورت گیرد. رئیس جمهور فرانسه روی حفظ آتش‌بس در ادلب تاکید کرد و گفت که کشورش بر آن نظارت می‌کند. چند هفته قبل ترکیه و روسیه به یک موافقه رسیدند که باید به شکل جدی انفاذ شود. امروز این موافقه تضمین شد و ما در اعلامیه مطبوعاتی تعهد خود را تکرار کردیم تا یک آتش بس مستمر در منطقه ادلب حفظ شود و ما شدیداً بر آن نظارت خواهیم کرد تا به شما اطمینان بدهیم که این شمولیت‌ها این آتش بس را با ثبات و محفوظ نگه می‌دارد. رئیس جمهور روسیه موافقه میان چهار کشور را جهت همکاری برای حفظ آزادی در سوریه مهم تلقی کرد، ولی رئیس جمهور فرانسه از روسیه خواست تا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را وادارد تا آتش بس دائمی در ادلب را بپذیرد. اعلامیه مشترک ما امروز از تعهد روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه به گسترش همکاری روی هدف عادی شدن اوضاع در سوریه، آغاز دیالوگ مؤثر میان سوریه ها و انفاذ اصلاحات و تحولات حکومتی لازم را انعکاس می‌دهد. اردوغان در این نشست خواهان ایجاد یک کمیته ویژه زیر نظر این چهار کشور و جامعه بین‌المللی شد تا پیشنویس قانون اساسی بعد از جنگ سوریه را نظارت کند. همزمان با این نشست، فعالین حقوق مدنی هشدار دادند که اگر آتش‌بس در ادلب با حمله خاتمه یابد، این واقعه یکی از بدترین فاجعه‌های بشری در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه خواهد شد. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.